تبریک در گزارش شنیدید. در حالی که امروز آخرین روز ثبت نام کاندیدان برای شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان ذکر گردیده است، شماره کثیری از مقامات برحال کابینه رئیس جمهور کرزی به منظور سهمگیری در ائتلاف‌ها و یا شرکت در این انتخابات از وظایف و سمات خود استعفا داده و خود را در این انتخابات کاندید کردند. تحلیل بیشتری موضوع را از مهمان این ساعت برنامه از کابل می‌شنویم، محترم آقای نعیم ایوب‌زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، مهمان این ساعت برنامه ما هستند. با سلام به شما و ممنون و تشکر از اینکه وقت خود در اختیار برنامه گذاشتین. طوری که در گزارش شنیده شد، مدت زمان ثبت نام تا 12 نیمه شب امروز در افغانستان تمدید پیدا کرده و تعدادی از شخصیت های بسیار برجسته کابینه آقای کرزی فقط یک روز و یا کمتر از او بعد از استعفا در این انتخابات سهیم شدند و در ائتلاف ها. برداشت شما از روند شکل گیری ائتلاف ها، از ثبت نام کاندیدان، از انتخاب معاونانی که اینا تا کنون داشتن چیست؟ بسیار تشکر. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیونی شما. در رابطه با روند ثبت نام کاندیدان باید گفت که خوشبختانه حداقل ما تانستیم مرحله دوم پروسه انتخابات تکمیل کنیم و در آخرین لحظه تعداد کاندیدا بیشتر شد و به یک نحوی پروسه دارد تکمیل میشه. اما این که کاندیدایی که راجستر شدن ممکن تا ساعت 12 بیشتر از 20 کاندید باشند، بیشتر شکلگیری کاندیدا به اساس قومیت بوده و به اساس تناسب قومی بوده و اکثریت کاندیدا مربوط به حکومت میشه، کسایی که در حکومت در گذشته کار میکردن و از وظایف خودان استفاده دادن، بالاخره خواستن کاندید شوند. چیزی که بسیار مطرح هست اینجا که پروسه داره خوب پیش میره، ولی چیزی که مشکلاتی که از نقطه نظر تکنیکی ایجاد میکنه و به یک نحوی ممکن مشکلی باشه برای شفاف بودن انتخابات، اوی است که به یک نحوی معلوم میشه که تعداد کاندیدا بیشتر از شاید هم مشکل برای پراگنده بودن آرا ایجاد کنه برای انتخابات و شاید هم تعداد کاندیدایی که امروز وجود داره شاید نتونه ما را در انتخابات به مقصد برسانه و در ضمن سوء استفاده ای که صورت میگیره متاسفانه از منابع حکومتی که باید گفت هنوز از افرادی که مسلح هستند از حکومت با تعدادی از کاندیدا هستند و حتی از موترهای حکومتی سوء استفاده میشه که خود از یک نوع تخطی میتونیم بگوییم. و در ضمن کمپین های جریان داره، یک تعدادی از کاندیدای مطرح در شهر کابل با بیشتر از 50 موتر و شهر کابل گردش دارن و به یک نوع پوستر را بند کردن و یک نوع کمپین وجود داره که احساس میکنم. بله، طوری که شما گفتین یکی از موضوعات همین است که اینا از امکانات حکومت برای کمپین و یا حتی حضور برای ثبت نام در کمیسیون مستقل انتخابات استفاده کردن. وظیفه نهادهای ناظر در قبال این موضوع چیست؟ به نظر شما یا اینا قابلیت نظارت درست بر روند رقابت های انتخاباتی خواهند داشت؟ از تخطی های این گونه جلوگیری صورت به عمل بیاید؟ ما کاری که میتونیم به عنوان نهاد ناظر از اوضاع نظارت میکنیم و نحوی میتونیم بگویم مشاهده میکنیم و گزارشات خود بالاخره نشر میکنیم که میتونه تاثیرات مثبت یا منفی بالای پروسه انتخابات داشته باشه. اما اگه قرار باشه پروسه ای قسم پیش بره، ما نسبت به شفاف بودن و آزاد عادلانه بودن انتخابات نمیتونیم امیدوار باشیم. امیدوار هستیم که هرچه زودتر کمیسیون مستقل انتخابات نسبت به این مسائل عکس العمل نشان بده و اقدام کنه تا تکرار سوء استفاده از همچون مسائل امکان داره و انتخابات به چالش مواجه کنیم. ولی در ضمن باید گفت که پروسه دوم پروسه ارزیابی کاندیداست که در این پروسه امکان داره که این مسائل ارزیابی شوه و یک کمیته که ایجاد میشه و کمیته ارزیابی میکنه امکان داره که این مسائل هم و امیدوار هستم که در نظر بگیرن تا ای که در لیست نهایی کسایی که همو شایستگی داره و مطابق قوانین و مقررات اون عمل میکنن کاندیدای نهایی برای انتخاباتی که ما در پیش رو داریم باشن. ممنون و تشکر از شما آقای ایوب‌زاده از تحلیلی که در قبال موضوع برای بیننده را دادین. تشکر از شما. برنامه را باز هم با خبر دیگری مرتبط به افغانستان ادامه می دهم. ناتو می گوید که 4 عسکر آن توسط قوای دشمن به روز یک شنبه در یک ماموریت مشترک در جنوب افغانستان کشته شدند. هویت این تعداد عساکر تا کنون از جانب ناتو مشخص نشده است، ولی گزارش ها حاکی است که هر 4 آنها عساکر آمریکایی بودند که بر اثر انفجار بم طبیعی شده در جاده کشته شدند.